آلودگی آب آشامیدنی تهران، آنچه که در عرصه اختلافات داخلی میان جناح‌های مختلف حکومت فقیه می‌گذرد. قطعنامه تازه سازمان ملل متحد درباره ادامه نقض گسترده حقوق بشر در ایران. با سلام به شما عزیزان، جمشید چالنگی هستم در تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا در ساعت 1 بعد از ظهر آفتابی واشنگتن با شما خواهم بود. خبرهای رو شنیدید، چند خبر و خبرهای دیگر نیز بسیار است در عرصه داخلی، آنچه رو که مربوط به ایران و مردم ایران می شود و نیز در عرصه منطقه‌ای و بین المللی، آنچه رو که به ایران و ایرانیان ارتباط دارد بررسی می کنیم، چون شماره های پیشین تفسیر خبر. در این شماره از برنامه، در نیمه نخست برنامه، میهمان های تازه ای داریم. برای نخستین بار هست که با من و شما در تفسیر خبر هستند از شبکه تلویزیونی ایران فردا. در برلین آقای فریار اسدیان هستند با ما، نویسنده، شاعر و فعال سیاسی. آثاری بسیاری از ایشون در نشریات، رسانه‌های مجازی، اینترنتی، آنچه که شما عزیزان هر روزه باش سر و کار دارین منتشر شده و سالهاست که در خارج از ایران طبعا ناخواسته به سر میبرند، چون بسیاری دیگر از ایرانیان. و در ترکیه با من و شما هستند آقای مازیار شکوری، از نویسندگان انقلاب اسلامی، روزنامه انقلاب اسلامی و فعال سیاسی. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. سلام به شما آقای اسدیان عزیز و خوش آمد به برنامه تفسیر خبر. منم درود می‌فرستم خدمتتون آقای چلنگی عزیز و مهمون برنامه‌تون آقای شکوری و همچنین به همکارانتون در تلویزیون ایران فردا. آقای مازیار شکوری عزیز در ترکیه، سلام و خوش آمد به شما به تفسیر خبر. بنده عرض سلام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون، مهمان عزیزتون و شنوندگان عزیز شما. از آقای شکوری مطالب بسیاری در وبسایت رسانه خبری اینترنتی گویا خوندید، تحلیل‌های مختلف درباره مسائل گوناگون مربوط به ایران. آقای اسدیان، ماه محرم و سفر در ایران آغاز شد و همچنان جریان داره. سینه زنی ها مراسم سنتی عزاداری بسیار بوده و سخنان بسیار، اما یکی از سوژه ها، موضوعات عزاداری های ماه محرم، همیشه اصطلاح مسئله آب نرساندن یا جلوگیری از رساندن آب به خانواده امام سوم شیعیان. اما در نزدیکی ولایت فقیه، حکومت فقیه در تهران، مردم آب آلوده دارن، یعنی آب آشامیدنی ندارن. اما مسئولان چه باید بکنن؟ چه مسئول نیستن برای همین امروز و این مسئله؟ بفرم. بله، متاسفانه در این ماه که واسه شیعان خیلی عزیز و بزرگه، به خاطر کم رسانی آب به امام حسین و این مسائلی که هر سال برگزار میشه، امسال به جای آب رسانی آب
آشامیدنی به مردم رسوندن، در عوض اسید پاشیدن به روی دختران و زنان ایرانی و نه تنها آب ایران آلوده است، بلکه هوای ایران آلوده است، مواد غذایی ایران آلوده است. در حاشیه شما ناظر بودین، خوندین، میدونین که در حاشیه مرگ این خواننده جوان مرتضی پاشایی مسئله دیگه هم مطرح شد، مسئله سرطان در ایران که داره بیداد میکنه و بیشترین سرطان ها سرطان معده است و بیشتر مردا میگیرن، که خود دستاندرکاران دولت اعلام کردن که بیشتر این سرطان ها از مواد سمی که به کار برده میشه در گیاهان، در میوه‌جات اینا وجود داره و به دلیل اینی که پیش از رسیدن برداشت میشن این محصولات، این سما در این که با ابعاد جهانی نمیخونه، با معیارهای جهانی نمیخونه، بلکه بارها بیشتر مصرف میشه تا اندازه های جهانی، برحال این سموم وارد بدن میشه و این اتفاقات داره میفته و یک نوع کشتار جنبی در کنار دیگر کشتارهای جمهوری اسلامی هست و نمیرسن. واقعیت اینه که نه برنامه تدوین شده مدونی دارن، نه کسانی هستن در حکومت، کسانی که تصمیم میگیرن دلشون واسه مردم سوخته و بیشتر به فکر منافع خودشون رو پر کردن جیب ها. مازیار عزیز، در ترکیه ببینید، آخرین سخن آقای اسدیان رو شنیدید، به کارها نمیرسند و بیشتر به فکر پر کردن جیب های خود هستند، هم از کسانی در شهرداری که مسئولن، وزارتخونه های ریز و درش، و همینطور کسانی مثل معصومه ابتکار، تروریست پیشین و مسئول محیط زیست. تروریست به این خاطر من میگم چون از کسانی است که دیپلمات های آمریکایی رو در تهران به گروگان گرفتن و خانم معصومه ابتکار به عنوان سخنگوی اونا در برابر خبرنگاران ظاهر میشد، اون داستان دیگه است. ولی این بانوی پیشین تروریست و اکنون وزیر و مسئول و هر چی که هست، اینها، این سخن تا چند اندازه به واقعیت نزدیک هست که مسئولان به کار خود نمیرسن و بیشتر به فکر جیب خود هستن. آقای شکوری. بله جناب آقای چالنگی، ابتدا خدمت شما عارض باشم که در مورد خانم معصومه ابتکار و تروریست های از این قبیل که پرونده سیاهی دارن گذشتهشون و امروز به عنوان مدافعان حقوق بشر، به عنوان فعالان سیاسی در عرصه، به عنوان اصلاح طلب هستن، اینها رو شما بایستی بیشتر به اون جوانهایی بگویید که امروز همراه خاتمی هستن و از تاریخ خبر ندارن و دلشون رو به این خوش کردن که اینها میخواهند که اینها رو از این فلاکت رژیم ولایت فقیه بیرون بیاورن. این یک مورد. اما در مورد اینکه شما الان وضعیت آب تهران رو مطرح کردید، کشور ما فقط مسئله آب تهران رو مشکل نداره، اصلا مسائل محیط زیستی بسیار زیادی دارد. هوای خود تهران هم سالهاست آلوده است. شما میدونید مناطق دیگری در کشور ما هستن، اونها هم وضعیت آب آشامیدنیشون چه بسا بدتر از تهران هست. وضعیت مواد غذایی در ایران به هیچ وجه خوب نیست. وضعیت داروها در ایران خوب نیست. داروهای تقلبی بسیاری هم الان در داخل ایران دارد تولید میشه و اینها همه به مردم آسیب رسونده. دلیل این که علتش اگر بخوایم ببینیم که چه هست که حاکمیت تمام این مسائل رو رها کرده و فقط به فکر منافع شخصی خودشون هستن و به مسائل بیخودی میپردازن، این هست که رژیم جمهوری اسلامی یک رژیمی نیست که بر مبنای حقوق بخواد تدوین شده باشد و اصلا ولایت جمهور مردم را قبول ندارد. یعنی اصلا در سامانه اینها مردم شناسایی نمیشوند. وقتی شناسایی نمیشوند مسلم این هست که در برابر مردم پاسخگو نیستن و نمیخواهم به مشکلاتی که مستقیما با زندگی روزمره مردم ارتباط دارد به اونها بپردازن. دلایل اصلیش همین مباحث ایدئولوژیک هست. بله، نکاتی رو که اشاره کردین حتما در ادامه برنامه مطرح میکنیم. تاریخ معاصر ایران، بسیاری از جوانان نازنین احتمالا همین جریان های بعد از انقلاب آشنایی ندارن، جوانان زیر 30 سال، و امیدواریم در برنامه دیگه بپردازیم. ببینید، اگر یه روز دو روز بود آب آلوده یا آب آشامیدنی نبود، میگفتیم خب در جهت این هست همدردی یا احساس آنچه که بر سر خانواده امام سوم شیعیان در کربلا اومد، اما ظاهرا
چند ساله چون این مسئله در تهران هست و در شهرهای دیگه هم هست، خوزستان، سیستان، بلوچستان، که زنان میبینیم و کودکان از گنداب ها متاسفانه آب مینوشند، عرب های ایران و غیر عرب های ایران در خوزستان با بیابی روبرو هستند. و ظاهرا همون شد از این بابت که آیت الله خمینی گفت کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. بله، و چنین شد. من این حرف رو چون از مسئولان شورای شهر تهران زده آقای اسدیان عزیز، رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت تهران، سلامت و خدمات شهری شورای تهران، و خواسته که خب حالا که البته در سر خیرخواهی گفته حالا که آب آشامیدنی نیست و آلوده است و انواع و اقسام مرض ها، ایشون گفته بیاین آب معدنی مصرف کنید. آدم یاد حرف ماری آنتوانت میفته در انقلاب و گفتن که بیسکویت نون ندارن، گفت خب بیسکویت بخورن. خب شما چطور تعبیر میکنید آقای اسدی؟ جای تاسفه که چون این کسانی در رأس اموری هستن که قرار این مملکت رو اداره کنن، راه مردم رو تأمین بکنن، و با این صحبتات عمق بلاهت اینا بیشتر نمایانتر میشه. ایران به هر حال کشور کم آبی هست، بنابراین باید دنبال سیستم های آبرسانی بود که با دستاوردهای مدرن جهانی همخوانی داشته باشه. اما اینا نه تنها این کارا رو نمی کنن، بلکه هر کی هم دلش واسه این مردم بسوزه از کار برکنار میشه، تحت پیگرد قرار میگیره. شما دارین میبینین چندین هزار سال این زاینده رود داشت روان بود، آبش وجود داشت، اینها این رود رو خشک کردن. دریاچه ارومیه هزاران سال وجود داره، اینها در این مدت 30 سال این دریاچه رو از کار انداختن، خشک شد، به شورزاری تبدیل شده، به نمکزاری تبدیل شده، جنگل های ایران رو یکی یکی دارن از بین میبرن. طبیعیه که این عکس العمل های خود طبیعت چنین بروز خواهد کرد، و اینها هیچ برنامه از اونجا که ندارن برای جلوگیری از این حرفا، طبیعیه از سر نادانی بیان بگن مردم آب ندارن، آب معدنی بخورن یا برن کوکاکولا بخورن، فارغ از اینکه به هر حال اون آب آلوده است، اون آب هم آلوده است. الان 5 تا شهر رو اعلام کردن، خوزستان هست، مشهد هست، تهران هست، تبریز هست، که اینها هم آب و هوای بسیار آلوده‌ای داره و هم آب آشامیدنی بسیار آلوده، و هیچ چشماندازی هم وجود نداره که اینها به دنبال این مسائل باشن. اما تا دلتون بخواد در فکر حماس در هستن، در فکر حزب الله در جنوب لبنان هستن، در فکر داعش در عراق و سوریه هستن، و تمام دستاوردهای این مملکت رو صرف این سیاست های ایران برباده و ایرانی برباده دارن میکنن. طبیعیه که دیگه به این مسائل نرسن. آب رو دارن میکنن، از مردم جدا شدن، به مسئله شون مردم نیست، 4 تا آخوند در کار تحمیل هر روزه مردم هستن، و نتیجهی بهتر از این عاید کسی نخواهد شد. و اگر توقع داشته باشیم که این آخوندها بتونن به مشکلات این سرزمین، به مشکلات محیط زیستی، به مشکلات تغذیه مردم، به مشکلات اقتصادی برسن، انتظار دور از خردی هست. بله، بسیاری از مسئولان حکومت فقیه در ایران، هم از کسانی که در همین چند سال پیش وزیر و وکیل چیزی بودن جدا شدن و یا به نحوی با نخا و تنابهایی به حکومت بسته بودن و همچنان با نخهای آشکار و پنهان وابسته هستن، آقای شکوری معتقد هستن برخلاف نظر آقای اسدیان عزیز که خیر میشه اصلاح کرد این دستگاه رو و به پیش بود به همین شکلی که هست. شما چه نظری دارید آقای شکوری؟ بله جناب آقای چالنگی، نگاه کنید، بحث این هست که برخی ها میگوین که آیا میشود این دستگاه سیاسی ایران که امروز حکومت ولایت فقیه است این را اصلاح کرد یا خیر. ما بارها نوشتیم و بارها هم گفتیم، یک بحث این هستش که یک ساخت قدرت ابتدا باید ببینیم که اصلا خودش اصلاح پذیر هست یا نیست. این که میگوییم که آقا اصلاح یعنی چی؟ اصلاح یعنی مطبوعات آزاد، اصلاح یعنی اینکه احزاب سیاسی آزاد باشن، سندیکاها آزاد باشن،
آیا رژیم ولایت فقیه با پیشینه ای که دارد در جنایت، مثلا شما حساب کنید که اعدام های دهه 60، این اجازه را می دهد که امروز مطبوعات آزاد باشن؟ خب مطبوعات که آزاد باشن، این اصلاح صورت بگیرد، مطبوعات آزاد باشن، این مطبوعات میخوان چیکار کنن؟ مطبوعات میرن به همون گذشته پیشین که ببینن که آقا دهه 60 چه شد، 30 خرداد کودتا شد، چه شد که آقای امیر انتظام به زندان افتادن، تا الان هم گرفتار هستن، ببینن که این همه احکام اعدامی که در 3 دقیقه صادر شد اینها چه بوده. خب حالا جمهوری اسلامی آیا اجازه میدهد که اصلاح بشود، مطبوعات آزاد بشوند، خود احزاب آزاد بشوند، آزادی بیان و این مسائل پیش بیاید که به قول معروف این مسائل رو بشود؟ نخیر. بنابراین جمهوری اسلامی به هیچ وجه حاضر به این نیست که اصلاحات در کشور انجام بشود. یعنی راهی رفتن که دیگه برگشت ندارد. مضافه بر اون، این نیروهایی هم که امروز خود را اصلاح طلب میدانن، اینها هم هدفشون در از اصلاح نیست، اگرم باشد به جای نمیرسن، به خاطر اینکه اینها دارن در زمین آقای خامنه ای بازی میکنن. آقای محمد رضا خاتمی خودشون 2 سال پیش گفتن اگر این رژیم اصلاح نشود ما برانداز نمیشویم. یعنی چی؟ یعنی همون حرف آقای خمینی، اوجب واجبات همون حفظ نظام است. وقتی این باشد، یعنی شما دارید در زمین آقای خامنه ای بازی میکنید و او تصمیم گیرنده است، میگه چه بکنید چه نکنید، در حالی که اگر شما میخواهید یک تغییر تحولی ایجاد بشود، همیشه باید دیکتاتورها را به مرگ بگیرید تا به تبع راضی بشوند. تا زمانی که شعارهای اینها محکم نشده است، تا زمانی که اینها نگویند که اگر این رژیم اصلاح نشود ما براندازی میکنیم، انقلاب میکنیم، آقای خامنه ای هیچ گونه به عبارتی امتیازی به اینها نخواهد داد. همین آش است، همین کاسه است. الان شما از سال 88 از قبل از اون تا کنون هم نگاه کنید، همیشه آقای خامنه ای زده تو دهان اینها، اینا هم همیشه سکوت کردن. کارشون به اینجا کشیده است که یا متواری شدن خارج کشور مثل ما، یا اینکه شما الان میبینید در زندان ها هستن. این وضعیت اینهاست. بله، خب البته خود آقای خاتمی هم اشاره خیلی آشکاری کردن به این موضوع که ما به اصطلاح در همین زمینه که نمیخوان روبروی حکومت بیستن، و برادرشون هم که شما اشاره کردین. اما صحبت این بود که هیئت دولت، به هر حال دولت نونخور مردم بوده، حالا روحانیون روزی مستقیما نونخور مردم بودن. شما که خراسانی هستید آقای اسدیان عزیز که بسیار دیدید، ولی امروز روز دیگه به طور خیلی مستقیم خودشونو به درآمدهای ملی رسوندن، سر چاهای نفت از اونجا دیگه میگیرن، دیگه لازم نیست به دست مردم برسه، بیاد باعث زحمت مردم بشه، مستقیم درآمدهای نفتی رو حتی قبل از اینکه به داخل برسه بخشیشو همون در خارج تقسیم میکنن. ولی به هر حال پول مردمه، و این هیئت دولت، این آقای حسن روحانی، حجت الاسلام حسن روحانی، دکتر حجت الاسلام حسن روحانی، حجت الاسلام دکتر حسن روحانی، هر عنوانی که داره، به هر حال کلی هم وعده وعید داده بود برای رفع این مسئله. مردم چه میکنن؟ بعد نیست با هم ببینیم گوشه ای از کاری که دولت حسن روحانی میکنه برای هیئت و هیئت دولت، اینجا با هم میبینیم. وقتی هم که امام حسین بالا سر قمر بنی هاشم آمد، گفت الیوم نامت اعین بکلم تنم و تسهدت اخرا فعظم نامها. گفت عباسم، اون چشمایی که دیشب از ترس تو خواب نداشتن، امشب دیگه خواب راحتی خواهند داشت. اون چشمهایی که در پناه تو استراحت کردن، امشب دیگه براشون خواب راحتی نخواهد بود. خب آقای حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری کاری رو که واقعا خوب بلده، روزخانی بسیار هم خوبه، ولی نه به عنوان رئیس جمهور. این هم هیئت دولت رو هم که دیدید خب معلومه، حالا عربی صحبت کردن آقای حسن روحانی رو ما واردش نمیشیم، همونطور که انگلیسی صحبت کردن ایشون، به هر حال زبان اصلی روحانیت شیعه قراره باشه، یعنی زبان مذهبیش، این هم از عربی صحبت کردن شو. اما مهم نیست، مهم هیئت دولت هست که مشغول روزخانی است. کار خوبی شاید روزخانی برای به جای خودش، ولی در هیئت دولت مردم بی آب هستن، کربلای بغل دست. آقای اسدیان، این شما بهتر میدونید، تو این اصطلاحات اسلامی آقای چلنگی، این کاری که
اینجا دارن میکنن توی این روزا، یا بهش میگن تباکی، یعنی تظاهر به گریه کردن، که فتوای علمای دینی هم پشتش هست که ببخشید من کلمه رو درست نشنم، میگن چی؟ اباطیل؟ تباکی. تباکی یعنی تباکی، بله تباکی یعنی تظاهر به گریه کردن در این روزخانی ها مستحب هست که گریه کنن، یا اگرم گریهشون نمیاد تظاهر بکنن، که اکثر آخوندها شما میبینید تا اسم امام حسین و محمد و علی و اینا رو میشنون دست این تظاهرات میزنن. اما واقعیت یعنی بدبختی بزرگم همین کاریه که اینا میکنن. یعنی من ببخشید اینجا چون شما وارد هستین به اصطلاحات و باز کردنش، یعنی تظاهر به گریه کردن، یعنی باز هم ریاکاری به نحوی دیگه جزء اصول اساسی این دینه، یعنی تقیه وقتی که میگن اون آقای محمد باقر، یعنی جزء من نمیدونم چون مثلا در اهل سنت یا جای دیگه ندیم، این چیزی شاید من درآوردی روحانیت شیعه است، شاید این گروهی از اونها، شاید محمد باقر مجلسی یک تعریفی داره از تقیه. تقیه میگه که نه عشر دینه، یعنی نه دهم دین، حالا منظور اون همین شیعه است، نه دهم اسلامه. و بعد تعریف هم میکنه که جای سوء تفاهم واسه کسی نمونه، که میگه کلک زدن، ریا ورزیدن، فریب دادن در موضع ناتوانی و پیمان شکنی، عدم تعهد به پیمان، همه اینا در موضع قدرت، و اینا همه این کارا رو دارن میکنن. یعنی همون خدعه‌ای که خمینی گفت، اینا کارشون اینه. یعنی تمام بدبختی هم تو این 35 سال اینه که آقای چالنگی، این گفتمان دینی باید از حوزه سیاست بره بیرون، تا وقتی که مسائل اینها مسائل دینیه، یعنی اجرای فقه شیعه است در حوزه عمومی، در حوزه خصوصی، کلی از این جناهای مختلف رو به هم نزدیک میکنن. یعنی همون دغدغه‌هایی که آقای روحانی داره در مورد مذهب، همونا رو آقای خامنه ای داره، همونا رو خمینی داشت، خلخالی داشت، اینا رو به خیلی به هم نزدیک میکنه، که در یک کلام حفظ حکومت اسلامی اوجب واجبات است. در این میان مردم اما ساز دیگه 35 ساله دارن میزنن، توی این سالهای اخیر شتاب بیشتری گرفته، خواهان مسائل دیگری هستند. از چکترین اتفاقاتی که میفته، حوزه عمومی رو که فقه اسلامی اشغال کرده دوباره در اختیار خودشون میگیرن، خواسته هاشون رو تو این تظاهرات مطرح میکنن. همین اواخر دیدیم در مورد مسائل اسید پاشی مردم اومدن تو خیابون با اون وسعت، در مورد خواننده جوان باز جوان ها اومدن وسط خیابون. 35 سال اینا در نفی و مذمت موسیقی دارن حرف میزنن، 35 سال آقای از خمینی گرفته تا خامنه‌ای که با آقای معین استاد دانشگاه فرمان میده که بعضی موسیقی ها درسته که حلال هست، اما به این معنا نیست که در مدارس در دانشگاه ها تدریس بشه. با این وجود مردم میان دهنکجی به این حکومت میکنن، به یکی از خوانندگان که تا همین اواخر خیلی هم مشهور نبود چون این بدرقه ای میکنن، چون بدرودی بهش میگن در پایان زندگیش. اینا همه معنی داره، یعنی در حقیقت مردم به این نتیجه رسیدن که گفتمان دین باید از گفتمان سیاست جدا بشه، بره تا وقتی که این گفتمان در سیاست ایران هست. دین میخواد مسائل سیاسی، مسائل عرفی رو مشخص کنه، تعیین کنه، تعریف بکنه، ما همین روزگار رو خواهیم داشت. اصلاحی در این دین هم در این حکومتی که بر اساس فقه شیعه استواره پیش نخواهد اومد. دعوای جنایی هست، این اون میزنه اون به اون میزنه، ولی سفره به این رنگینی که ایران برای اینا انداخته طبیعیه به جون هم بیفته. درست مانند مافیا، ساختار مافیایی این حکومت از هر من شمس همه این به این پی بردن. اما یک چیزی اینا رو به هم نزدیک کنه، چه اصلاح طلبان و چه اونا، اونم حفظ حکومت اسلامی به هر قیمت. خب آقای شکوری، در اون چی که آقای اسدیان گفتن در تباکی تظاهر به گریه برای امام حسین یا در هر مراسم مذهبی دیگه، وزیر و وکیل و همه آقایون و خانوها معصومه ابتکار فقیه همه شریک و سهیم هستن مشترک، اما ظاهرا اون پشت قضیه که مساله و منافع مادی و مالیشون هست در برداشتن از سفره ملی مردم ایران نفت، اختلافاتی بروز کرده.
و دیده میشه. این اختلافات واقعا ریشش همونطور که من اشاره کردم و بسیاری گزارش میکنن اقتصادی است، مالی است، یا خیر هر کدوم استنباط بهتری داره برای اینکه از این راه بهتر ما میتونیم خدمت کنیم به مردم، بنابراین اون یکی راهش درست نیست. کدوم هست ریشه این اختلافات داخلی؟ یک، اگر هست، دو، چه ریشه ای داره؟ جناب آقای چالنگی نگاه کنید، اصلا این که بخوان خدمت کنن به مردم، این یکی که اصلا منتفی است، این یکی رو باید بگذاریم کنار. الان درگیری که در داخل این جناح های در اون حاکمیت هست، جناح هم که نیستن، بیشتر باند هستن، چون اینا تعریف این جناح و اینها به اینها صدق نمی کنن. بیشتر این درگیری ها بر سر همین مسئله هستش که همین مسائل مالی که حضرت عالی الان فرمودی، جناب آقای اسدی فرمودن، تمام این بحث ها اصولا بر سر همین مسئله هست. نگاه کنید، اگر قرار باشد که ما بگوییم که حقوق ملت مسئله هست، بس بنابراین باید یک شرایط ایجاد بشود که ما باور کنیم که اینها میخواهند که یک بنیانی را تغییر بدن. ما میبینیم تمام اینها در مورد اینکه نظام باید حفظ شود یکی هستند. حتی ما در سال 88 هم که تظاهرات های خیابانی در اعتراض به نتیجه اعلام شده انتخابات ایجاد شد، ما میبینیم که خود رهبران جنبش سبز هم همه و همه یک مورد را به حقوق ملت، به آرای مردم، به حق حاکمیت مردم به عبارتی اولویت دادن، اولا دونستن. اونم این بود که نظام باید حفظ شود. حالا اگر بچه های مردم زندان برون، کشته بشون، تو کاریزه بساط ها متاسفانه ایجاد بشه، اونا مسئله نیست، ولی نظام باید حفظ بشود. بنابراین دعوایی که در داخل حاکمیت هست این نیست که به حقوق مردم رسیدگی شود، احقاق حقوق ملت بشود، نمیدونم خدمت به مردم بشود. بس همون است که خود این جریان های سیاسی که این داخل هستن و شما تا الان هم نگاه بخواید بکنید، تمام اینها در طول این 30 و چند ساله وزیر بودن، وکیل بودن، اینها فرماندار بودن، استاندار بودن. الان هم با ورود آقای روحانی برخی یا دوباره به این آقا هم چسبیدن، خود اینها هم میدانند اینجا سهم‌خواهی هست در درون قدرت، در چارچوب منافع آقای خامنه‌ای و رژیم ایشون. مسلم هست که در وزارت نفت به هر حال پولی جابجا می شود، اینها میخوان که به اونجا بروند، اینها میخوان که 4 تا استاندار داشته باشن، هر کدام اینها به فکر منافع شخصی خودشون هستن و از این قبل میخوان که نانی بخورن. و بله بفرمایید. یعنی آقای شکوری، اینه که مثلا یک نمونه اخیرش همین بر سر وزیر علوم، وزیر علومی بلد. که حجت الاسلام و المسلمین آقای روحانی معرفی کرد، رأی اعتماد نیبود، الان کسی دیگه رو معرفی کرد. این هم ناشی از همین اختلافات یا نه واقعا یه دی اصلا در مجلس میگه این که این وزیر علوم به این دلایل منطقی شایسته نیست یه وزیر دیگه بیاریم؟ و چیزی هم که هست، الحمدلله وزیر در این حکومت گیر میاد دیگه، هر کسی میشه. بفرم نگاه کنید آقای چالنگی، بحث آقای آشتیانی یک کم فراتر، وزارت علوم بحثش یک کم فراتر هستش. امروز اگر ما میخواییم که مسائل درون کشور رو یکم تحلیل کنیم، باید یک نکته رو ما در نظر بگیریم. یه نکته اساسی این هست که امروز آقای خامنه‌ای و بقیه این اعوان انصاریشون نگران این هستن که پس از آقای خامنه‌ای حکومت ایران به دست چه کسی میخواد بیفتن. برخی از مسائل این گونه باید تحلیل بشه. شما نگاه کنید، اون دفعه بحث حصر و ممنوع تصویری خاتمی مطرح شد. واقعیت این است آقای خاتمی که با اینا کاری نداره، آقای هاشمی رفسنجانی که با اینا کاری نداره، چرا آقای خامنه‌ای این رو مطرح میکنه؟ اون چه که اینها ترسیدن و اون دفعه آقای دوری نجف آبادی هم گفتن که آقا ما باید به فکر باشیم که پس از آقای خامنه ای چه کسی میخواد رهبر بشود، به عبارت حالا گفته اینا ولی فقیه، این هست که اینها این واهمه رو دارن با توجه به فضای بحرانی درون مملکت، با توجه به تنش ها، اینها میترسن که پس از آقای خامنه ای نتونن قضیه رو کنترل کنن یا در انتخاب رهبری به مشکل بر بخورن و برخی ها اونجا بیان اعمال نفوذ کنن و اینها این بساطی رو که امروز دارن از دست بدهن. الان در مورد وزارت علوم و اینها هم همین هست. نگاه کنید آقای آشتیانی خودشون پاسدار بودن، آقای آشتیانی مدارج تحصیلی دارن، اینی که اینا میگن فتنه فتنه، اصلا چنین مسائلی نبوده. حتی آقای آشتیانی عضو شورای اسلامی شدن دانشگاه در وزارت علوم و تحقیقات بودن در سال 76 تا 82. بنابراین این بحث این که فتنه بوده اینها نیست. بس این از وزارت علوم چون با دانشجویان سر کار دارد، خیلی حساس هست و اینها
میترسن که زمانی که آقای خامنه‌ای از دنیا برود، با توجه به وضعیت جسمی هم که دارند، حالا گفته میشود به چه صورت، اون رو ما دقیقا نمیدانیم، اینها میخوان هر طوری که شده وزارت علوم را داشته باشند، کسی را داشته باشند که دقیقا اونجا سرکوب کند دانشجوها را، جو رو به گونه روبندیز کند که اگر یک باری آقای خامنه‌ای رفت اونجا در درون دانشگاه به یک باری یک فضا ایجاد. چرا آقای آشتیانی مثلا فکر میکنید نمیتونه، یا موقع نیاز برای سرکوب مگه رئیس دانشگاه کاری است اساسا، یا وزیر علوم یا بقیه؟ نگاه کنید وقتی بحران و ترس، اینجا بحث این هستش که ما باید نگاه کنیم دیدگاه حکومت جمهوری اسلامی چیست. اصولا دیکتاتورها در این مواقع خیلی هم میترسن، علارغم اون که ظاهرشون رو خیلی عادی نشون میدن، اونها به این قضیه بسنده نمی کنن. کسی را میخوان که تا آخر با اینها باشد. بحث این هست، اون ترسی هست که اونها دارن. آقای آشتیانی هم به هر حال مجبور هست همون راهی رو برود که جمهوری اسلامی دارد میرود، هر کسی را بیاورند همون هست. منتها اینها یکی را میخواهند که اوریان خشونت رو در داخل دانشگاه خودش اعمال کند، دیگه پای وزارت اطلاعات و جاهای دیگر به میان نیاید که اینقدر هزینه برای اینها داشته باشد، خود وزیر علوم دستور اخراج ها را بدهد. به این صورت، به این ترتیب از تمام اهرم ها میخوان استفاده کنند. حتما میرسیم به این نکته. باز پرسش من دارم که آقای اسدیان، این اختلافات رو ریشه شو شما چطور ارزیابی میکنید؟ آنچه که آقای شکوری گفت، اختلاف بر سر اینه که مثلا کسی مثل آشتیانی یا کسانی مثل اون برای اینکه همسو نیستن با اون چی که جرثومه یا محور یا اصل حکومت هست، سرکوب، اختناق. معنی دوم این هست که این حکومت، دولت روحانی همش خوبیه، که و البته خوب از یک نظر درست، با استاب درستی است. کسی که در حکومت وزیر دادگستریش پور محمدی است که در قتل بیش از 3000 نفر شرکت داشته، خب طبعا وزیر علومش هم باید همسنگ اون باشه دیگه. بفرم. مسئله که خود آقای خامنه‌ای مطرح کردن اینه که واسه رژیمش یه خط قرمزی تعیین کرده. خط قرمزی هم که اینا به تازگی اعلام کردن اینه که تمام مسائل سیاسی داخلی ایران باید بر اساس محور فتنه‌ای که اونها اعلام کردن، فتنه هست، بچرخه. یعنی هر کسی نسبت به دوری و نزدیکیش در جنبش سال 88 مورد ارزیابی قرار میگیره. از این ورم اینها میان مطرح میکنن شما 300 بارم این وزیر علوم رو، چون به هر حال دانشگاه ها مراکز بسیار بسیار حساسی هستند، همیشه در کشورهای در حال گذار، در حال توسعه، نقش تعیین کننده در فعل و انفعالات سیاسی دارن، داشتن، دارن و در آینده هم همین خواهد بود. اینه که در این دوره‌ای که نظام داره میره به طرف محدود شدن، تک حزبی تر شدن، اصلاح طلبان رو از خودش بیرون کرده، میان روها رو از خودش بیرون کرده، به دست همین اصولگرایان داره حکومت میفته و تمام تلاششون هم الان خانه های امن هم درست کرده وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، واسه کنترل دولت، مهار دولت و مهار افرادی که این دولت میخواد اینجا اونجا منصوب بکنه. اینه که تا کسی مورد نظر آقای خامنه ای نباشه بر وزارت علوم کسی ریاست نخواهد کرد، یعنی بدون با سرپرستی میمونه ولی بدون وزیر، تا نفر مورد تایید آقای خامنه ای اونجا برگزار بشه. ولی واقعیت اینه که در نهایت آقای حسن روحانی باید تن در بده به خواست آقای خامنه ای، چون اینها هر دو طرف از مردم میترسن، اینها میتونن رجوع بکنن به مردم، مردم رو بسیج بکنن، اما همچنان که همگان اعلام کردن، شما گفتین، آقای شکوری بیان کردن، حفظ اسلام، مسئله اسلام محوری ترین مسئله است واسه این حکومت که بر بنیاد فقه اسلامی قرار گرفته. بنابراین فقه در واقع شیعه است. منظورم شیعه است دیگه، یعنی ما با روی حکومت شیعی طرفیم دیگه، حکومت سنی که نیست. سنی ها رو که اصلا چون فرمودید فقه، من میخواستم اشاره کنم چون حکومت هم اجراف دارید، یعنی اگر که کسی بخواد واقعا در درون این نظام کاری بکنه، باید روی کرد مردمی داشته باشه. روی کرد مردمی هم
به معنای رویکرد به خواسته ها و مطالبات مردمی که در سال 88 اومدن خیابونا مطرح کردن که چی میخوان. یعنی نه غزه میخوان، نه لبنان میخوان، یه فرهنگ ایرانی میخوان، یک جمهوریت ایرانی میخوان که یک سیستم اداری حکومتی بر اساس فرهنگ ایرانی باشه. اینه که اینها هر دو جناح، هر جناحهای مختلف این حاکمیت از رویکرد به مردم پرهیز میکنن، رویکرد به مردم همانا و پرونده جمهوری اسلامی بسته شدن همان. اینه که در نهایت مردم باید وارد بیشتر وارد عرصه کار بشن و مردم هم آقای چالنگی واقعیت اینه هر جا که امکان داشتن، هر جا که کوچکترین روزنه باز شده، شکافی به وجود اومده در این حاکمیت، از این کوچکترین شکاف و روزنه استفاده کردن، به صورت گسترده اومدن خواسته هاشون رو مطرح کردن و ما بالاخره یک روزی روزگاری همه این مسائل از دست جمهوری اسلامی در خواهد رفت. یعنی یک حکومتی ما در این کشور داریم که با هیچ چیز پایین بدنه این اجتماع با جامعه ایران همخوانی نداره. بالاخره این تصادم پیش خواهد اومد. ما باید واسه روزهای مبادا آماده باشیم، اونم به این معنا که نیروهای سیاسی، شخصیت‌های سیاسی مستقل بیشتر رویکرد مردمی به معنای رویکرد مطالبات مردم که ابراز شده، سیاه رو سفید اومده. یعنی دوران بازگشت به امام، دوران طلایی امام خمینی، دوران بازگشت به اسلام و نمیدونم بازی‌های امام حسین و اینا، که اینا واقعا تمسخر شده واسه مردم تمام این بازی‌ها. یعنی کسی دیگه به اون 30 سال 40 سال پیش، پیش از انقلاب که واقعا مسئله مردم بود، این عزاداری حسینی یک مسئله مذهبی دینی بود و با اعتقادم برگزار میشد. امروز بیشتر به جوک و بازی و شوخی و نمایشنامه و محل دید و بازدیدهای جوانان تبدیل شده که این هم این ظاهر هم از بین خواهد رفت روزی روزگاری. بنابراین رویکرد به مردم، رویکرد به فرهنگ ایرانی است و این راه سومی هم آقای چالنگی در چشمانداز نیست. حدود 2 دقیقه وقت داریم آقای شکوری عزیز، در همین زمینه تفسیر شما نمیشته. در مورد فرمایشات آقای اسدی هم بنده عرض کنم که اصولا بنده فقه شیعه و اینها رو بنده مشکل چیز نمیدونم، به خاطر اینکه همین فقه هست که شکنجه رو تحریم میکند، حرام میکند، همین فقه هست که خیلی مسائل دیگر دارد. و امروز اتفاقا اون چیزی هم که آقای خمینی برگشتن گفتن که ما حتی اگر حفظ نظام بخواهد که مصلحت باشه نماز و روزه رو هم تعطیل میکنیم، اون چیزی که اصولا مشکل هست این هست که نگاه، نگاه زور هست، نگاه قدرت هست و به خاطر همین اولین شهید هم پس از این انقلاب بدانیم که اسلام بوده. بنده تشکر میکنم هم از شما، هم از شنونده و هم از جناب آقای اسدی عزیز. مرسی. کوتاه بگم تا چند ثانیه، حافظ 750 سال پیش میگفت تعذیر پنهان خورید باده، که تعذیر میکنن. تعذیر همون شکنجه اسلامی، همون شکنجه شیعه. شکنجه و تعذیر جزء ذاتی این فقه عزیز ماست، کارش هم نمیشه. بحث ایشون شاید این هست یا میتونیم استنباط داشته باشیم آقای شکوری که فقه از هر دین و مذهبی که هست در جایگاه خودش شاید بشه مورد توجه قرار بگیره، اما در جایگاه حکومت که آمد و نشست استنباط های فقهی راشون باز میشه. آیا چالنگی یه نکته رو عرض کنم، در بحث حکومت، حکومت همیشه باید خالی از هر ماهیتی باشد، چه دینی چه ضد دینی. ولایت با جمهور مردم باید باشد. اینکه عده‌ای بیاین چون ما دیندار هستیم بنابراین ما از آسمون افتادیم حکومت باید در ید ما باشد، این کاملا اشتباه هستش. میزان باید همون خواست مردم باشد، ولایت با جمهور مردم باشد. بله. حالا چرا جمهور رو یا جمهوری رو با ولایت باز تعریف بکنیم، این بحثی است که امیدواریم در برنامه‌های بعدی به اون برسیم و بتونیم صحبت کنیم که اساساً چون ولایت چه مفهومی داره و بعد ولایت جمهور. این هم استنباط و تعریفی است، حتماً در برنامه‌های آینده در میون خواهیم گذاشت. سپاس بسیار از شما آقای شکوری عزیز، با سپاس از شما. باش. و سپاسگزار هستیم آقای اسدیان گرامی، با سپاس از شما و امیدواریم در برنامه های آینده با من و بینندگان تفسیر خبر باشید. حتما بدون تردید آقای چلگی، بدون با امید ببخشید.
ما الان قطع کنیم که قطع میشه دیگه، نیست حساب کن فیلم پی میگیریم. تفسیر خبر را از شبکه تلویزیونی ایران فردا با من و شما خواهند بود در ادامه برنامه آقای یاسین اهوازی، فعال حقوق بشر در دانمارک. تا لحظاتی دیگر. در ادامه تفسیر خبر با من و شما هستند آقای یاسین اهوازی، فعال حقوق بشر و عضو کمیته مرکزی حزب تضامن، تضامن اهواز یا حزب همبستگی اهواز در دانمارک هستند و چهره آشنا برای شما. نخستین بار نیست که در تفسیر خبر با من و شما هستند آقای اهوازی عزیز. سلام به شما و خوش آمد. منم به شما و بینندگانتون سلام دارم. بله آقای عوضی عزیز، این توضیح هم بدم برای گمراه کردن من و شما هست، شاید که چون اهل آبادان هستن ولی فامیلشون رو احوازی گذاشتن، به هر حال هم استانی هستیم، هر دو خوزستانی. خوزستانی که مثل تهران همچنان با کمبود آب درگیر هست و آقای عوضی قطعا شنیدید که در تهران آب آلوده، پایتخت ایران، صاحب مردمانش آب آلوده دارن و خیرخواهی یک بابا عضو شورای شهر هم گفته به جای آب آلوده حالا نیست، یه آب معدنی بخورید. از شما میشتن وضعیت آب رسانی در خوزستان. بله، چنان که میدانید الان مسئله آب و کمبود آب به مسئله خیلی واقعی و خطرناکی رسیده. الان مسئولین محیط زیست در خود شهر اهواز بارها اعلام کرده بودند که اگر این پروژه به اصطلاح سد گتوند یا گتوند هم عملی بشه، که اصلا عملا کارون خوش خواهد شد. میدونید که بیشتر حتی بارها مسئولین، حتی خود اون استاندار سابق اهواز هم، سردار حجازی تصور میکنه اسمش بود، بله خودش هم بارها گفته بود که با اینکه سیاست‌های نظام و دولت احمدی‌نژاد رو دنبال می‌کرد در این مورد، ولی خب تحت فشار عمومی و مردمی و حتی مسئولین داخلی در خود استان هم بارها گفت که چطور میشه یک استان رو خوش کرد ولی می‌خوان یک استان دیگر رو آباد بکنن، به خصوص به استانی مثل خوزستان یا اهواز که دارای به اصطلاح 30% آب‌های روسطحی کشور ایران بوده، ولی الان به تله از خاک تبدیل شده و الان اون باقی مانده که در آبی که در وجود داره در کارون مدفون شده، یا با فاضلاب‌های شهری، بیمارستانی، خانگی و صنعتی که اثرات زیست محیطی خیلی بدی گذاشته. و اینو دیگه و با تظاهرات و مسالمت‌آمیزی که مردم داشتن از همه قشرها، چه عرب و چه غیر عرب، در یک سال اخیر برای نجات کارون نشان داد که مسئله به اصطلاح خشکسالی و کم آبی یک مسئله به اصطلاح خطرناکی، به مرحله خطرناک رسیده. و دولت جدید هم متاسفانه با توجه به وعده های زیادی که داد با خانم ابتکار و مسئول محیط زیست، وزیر محیط زیست هم داده بود، ولی هیچ عملی تا این لحظه که من دارم با شما انجام صحبت میکنم انجام نگرفته و خوشحالی چنان همچنان ادامه داره. البته دولت ظاهرا خودش فقط مسئول مذاکرات اتمی میدونه که اونم تا امروز به نتیجه نرسیده. رسیده مذاکرات اتمی؟ ببینید مسئله مذاکرات اتمی به قدری بغرنج شده که الان حتی خود بسیار نظام ایران نمیداند یعنی چی از این مذاکرات بیرون میاد، چون نظام ایران دارای یک طلباتی هستش و غربی ها و آمریکا یه طلباتی دیگه دارن. آنچه که مسلم هستش، ایران در این 15-16 سالی که دروغ میگفته به آژانس جهانی اتمی و برنامه اتمی شاید دنیا پنهان میکرده، نشان داد که یک سوی نیت در برنامه اتمیش داره، به خصوص با ایجاد آب سنگین در عراق و با توجه به اینکه تولید
غنیسازی اورانیوم و براش در هر کیلوی بیش از نزدیک به سر 50 دلار تمام میشه، در صورتی که میتونه اورانیوم از خارج با 60-70 دلار بخره، نشان داد که سوء نیت دارن، به خصوص که برنامه ها و آزمایشات اتمی در پارچین و مسائل مثل فوردو که غنیسازی تا 90% میخوان در اونجا اجرا بکنن، مقاصدشون و به اصطلاح نظامی آنها مشخص هستش و غربی ها بزرگتید یکی از مسائلی که غربی ها میخوان که در مطبوعات به آن اشاره نمیشه این است که میخوان با دانشمندان اتمی ایران به اصطلاح یک مصاحبه داشته باشن و سوالات از اونها دارن و مسئله بازدید از پارچین که به هیچ عنوان جمهوری اسلامی زیر بار این مسئله نمیره، چرا که اگر این مسئله انجام بگیره مشخصا سوالاتی که مطرح میشه و آزمایشاتی که در پارچین میشه مشخص خواهد کرد که ایران یا نظام ایران و سپاه پاسداران در مسیر به اصطلاح برنامه نظامی گام برداشته. خب یاسین عزیز، این پرسش من قبلا هم از برخی از مهمونا داشتم، از شما نیست که شما جای طرفای مذاکره میبینید، آقا یه حکومت این همه اصرار داره به انرژی هسته‌ای، از اون ور مردمش آب آشامیدنی ندارن، اگه دارن هم آلوده است، از اون ور هوای پایتخت شهرهای دیگه خوزستان، تبریز، جای دیگه آلوده است، از اون ور بسیاری از مردمش بچه هاش تو خیابون ها میخوابن، میلیون ها دیگه خانمان هم، برای شک برانگیز نیست این انرژی هسته‌ای برای چی میخوان؟ حالا همه چیز بکنه، حکومتی که به قول معروف قاچ زینو بچسب از سوار پیشکش، آب آشامیدنی برای مردم پایتختش نمیتون تامین کنه، شک برانگیز نیست که دنبال برنامه هسته‌ای است. به چه منظوری؟ 100%. ببینید، اولا من نظام ایران برای مذاکرات به دنبال منافع نظامه، نه به دنبال منافع مردم یا ایران، به دنبال منافع نظام و برای حفظ نظام هست که بتونه تخفیفاتی در تحریمان اقتصادی به وجود بیاره که بتونه این پایه های سست که نظام بر اثر گرانی، تورم و فشار مردم وجود اومده رو به اصطلاح خود محکم بکنه. ببینید، نظام ایران در طول سالهای اخیر نشان داد که اهمیتی به سرنوشت مردم و یا به اصطلاح زندگی آینده زندگی آنها و بچه آنها نمیده. خوب الان با توجه به این مدارک و افشاگرهایی که اخیرا شده، سرقت های به اصطلاح بانک ها، اختلاس ها، دزدی ها و خودی و غیر خودی، نشان داده که نظام در فکر ایجاد یک به شکل تیول اداره میشه که هر تیولی به دنبال منافع خودشون هستن و در این تیول ها خواهان این هم نیستن که این مسئله اتمی به این راحتی هم حل بشه که بتونن همه چیز رو دست بدن. اما سرشت نظام، حتی خامنه هم در سخنرانیش اگر خوب آدم توجه بکنه، به خود سخنرانی در ماه اکتبرش، در 24 اکتبرش اگر اشتباه نکرده باشن، نشون داد که یعنی تسلط کافی رو مردم اتمی و به خصوص در سپاه پاسداران نداره و این نشان میده که سپاه برای مثل سپاه پاسداران و دستگاه‌های امنیتی و عریض و طویلش برای اینکه بتونن این دولت رو که سعی میکنه به سر نظام رو به وسیله مذاکرات اتمی با مذاکرات اتمی حفظ بکنه و عقب نشینی های بکنه و این عقب نشینی ها چراغ سبزش هم از بیت مشکل گرفته، اما مخالفین زیادی در دستگاه های نظامی داره، میخوان که فقط نظام حفظ بکنه و هیچ ربطی به مردم ایران، بی آبی مردم، بیکاری مردم نداره. یادون نره باشم، من قبلا اینم گفتم، من اشاره میکنم در زمان های دوره اول دولت احمدی‌نژاد و یا آقای خاتمی این تحریم ها به این شدت نبود، اما مردم همین مسئله مشکل آب و بیکاری و گرانی و همین خودی و نخودی داشتن. هر آنکه الان بیکاری خیلی کمتر، ببخشید گرانی کمتر بود، ولی این سیاست نظام که نمیتونه از اون عدول بکنه و به اصطلاح تبدیل به یک قده سرطانی در دندون خود نظام شده و اگر بخوان تعدیلاتی در اون وجود بیاره، به شکل بمانند این هست که تیر به پای خودشون زدن، چرا که گفته شو به شکل مافیاهای گسترده اینا عمل میکنن و این مافیاهای حاضر نیست از منافع اقتصادی و حتی قدرت سیاسی و به جایگاه های خودشون عبور بکنن. به این دلیل هست که این مذاکرات ممکن است تمدید پیدا کنه، اما به نتیجه قطعی نخواهد رسید، چرا که اون مسائلی که مطرح میشه در مذاکرات در مطبوعات تنها نیست، مسائل خیلی عمیق‌تر از اینا در مذاکرات محرمانه مطرح شده که محال ممکن است که نظام از اونا عدول بکنم، مگه اینکه یک حالت عجیبی دیگه وجود بیاد. خب در همین زمان هم هست که قطعنامه سازمان ملل متحد درباره
نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی مطرح میشه. ارزیابی شما رو میشنویم، به خصوص در مورد اعدام ها. این قطعنامه توصیه کرده که جلو اعدام ها رو بگیرید، بسیار متوقف کنید، که میدونید در دولت آقای روحانی بیشترین تعداد اعدام بوده نسبت به سالهای اخیر. بفرمایید. بله، چنان که میدانید خب هر سال مجمع عمومی ایران رو به دلیل نقص فاحش حقوق اقلیت‌های قومی، مذهبی و حتی تمامی مردم ایران رو به سال محکوم میکنه. این دفعه به شدت محکوم کرد. اما ببینید، به مانند سالهای دیگه من تصور نمیکنم که تأثیر روی نظام ایران و یا دولت ایران و یا به اصطلاح سپاه پاسداران بیت خامنه‌ای داشته باشه. برای اینکه اعدام، این اعدام هایی که نظام انجام میده صرف نظر این که درست، یعنی حالا محالت به اصطلاح چنان که اعلام میکنن مواد مخدر، نمیدونم جنایت و غیره باشه و یا سیاسی و غیره باشه، اینان یکی از ابزارهای سرکوبشون هستن که برای ایجاد رعب وحشت بر مردم و حتی نیروهای داخلی خودشون که الان سعی میکنن که تعدیلاتی به وجود بیارن، اصلاحاتی به وجود بیارن، برای رو به وحشت آنها هم هست. یکی از اهرم های سرکوب و ماندن در قدرت این نظام اعدام ها هستش. بنابراین این منشور سازمان متحد، اعلامیه سازمان متحد، تأثیر روی دولت ایران به دلیل خصلت بسیار ضد بشریش نخواهد داشت و برای بقای خودش مجبور است که اعدام بکنه. اینجاست که بر مردم ایران هستش و دیگر نیروهای سیاسی هستش که فشار خود را به هر شکلی به وجود بیارن که از این نظام را وادار به عقب نشینی در این مورد اولیه که قانون اولیه بشری است که حق زندگی برای هر انسانی هستش را سلب میکنن، این نظام سلب میکنه، را به عقب برانن. اما آقای اهوازی، عذر میخوام قطع میکنم حرفتون، همون اینی که میفرمایید اثری نداره، یعنی ممکنه که مثلا مسئولان جمهوری اسلامی همونطور که آقای خمینی هم گفتش که ما قطعنامه های سازمان ملل رو قبول نداریم، یا احمد نژاد ورق پاره بیش نیست این صحبت ها. اما این قطعنامه ها برای افکار عمومی بسیاری از کشورها موثره. بله، برای خود من افکار عمومی آمریکا، کشورهای اروپایی، جای دیگه، و این افکار عمومی وقتی متوجه میشن که مثلا در کشورهایی مثل ایران چه میگذره، خب طبیعی است سیاست خارجی دولت شما در اونجا که هستید، دانمارک، آیا رو افکار عمومیش نسبت به ایران اثر نمیذاره؟ حکومت ایران و این افکار عمومی روی سیاست دانمارک اثر نمیذاره درباره جمهوری اسلامی؟ 100%. من منظورم این بود که تأثیر روی نظام ایران نداره، اما طبعا روی کشورهای خارجی تأثیر داره. همینجا بتونید اسم دانمارک رو ببرید. دانمارک از کشورهایی هستش که در این 30 سال اخیر به خصوص یکی از پرپاغوسترین فعالین، یعنی کشورهای اسکاندیناوی بتون کلی در مسئله حقوق بشر و دفاع از مسئله حقوق بشر و مردم ایران بوده و همیشه قطعنامه های و یا پیشنهاداتی به مجمع عمومی و سازمان متحد برای محکوم کردن ایران دادن و بین اسکاندیناوی، اروپای غربی و کانادا و آمریکا در این مورد همکاری های وجود داره با توجه به ادله و شواهد بسیاری که در مورد سرکوب حقوق بشر در ایران و گزارشات آقای احمد شهید وجود داره. سپاسگزارم آقای یاسین اهوازی گرامی، با سپاس بسیار از شما. منم تشکر دارم از شما و بینندگانتون. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم، با امید به فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سند و سبلان، آسماری و کرکسکو در اصفهان و زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد.